همکارا، جایی که همکارانم نرگس هورخش و فرزی ثابتی با ما همراه میشن. نرگس، اول با تو صحبت کنیم. میدونم که دقایقی بیشتر نیست که رسیدی به آجانا، با مشکلاتی که وجود داشت برای رسیدن، شرایط اولیه در نگاه اول چطور دیدی و وضع چطوره؟ بله، من اینجا در آدانا در مرکز این شهر هستم، یکی از 10 استانی که گواه مرگبارترین زلزله تاریخ بوده. در اینجا وضعیت اسفبار است، مثل گزارش هایی که در از دیگر استانها به رسانه ها میرسه. من در همین محله ای که هستم، شما می توانید پشت سر من مشاهده کنید که 10 نفر از مردم اینجا منتظر هستند در این محل تا خبری از خانواده ها و نزدیکانشان پیدا کنن. از یک روز گذشته در همین محله 2 ساختمان بزرگ با تمام سرنشینانی که در آن بوده ریزش کرده، و با وجود اینکه ساعت‌ها تیم‌های امداد، هم از تیم‌هایی که حالا آفات فرستادن، نیروهای امنیتی ترکیه، پلیس، ژاندارمری این کشور و حتی وزارت دفاع این کشور تلاش می‌کنن، و گزارش‌های پیشتر به دست ما رسید که در این ساختمان‌ها در حال حاضر هفت افراد از زیر آوار گیر ماندن، و حتی صداهایی هم از زنان و کودکان شنیده میشه. اما تا هنوز با وجود همین تلاش ها نیروهای امداد قادر به پیدا کردن محل دقیق قربانیان نشدن، و پیشتر هم برخی از تیم پزشکی اینجا آمده بود و امیدواری ها برای اینکه تعدادی از قربانیان توانسته باشند از این آوار بیرون شوند هم وجود داره. هنوز این تلاش همچنان وجود داره. اما از استانبول تا اینجا که ما رسیدیم، همه تیم های امداد هم در فرودگاه استانبول، آنکارا و اینجا در آدانا عملیات های گسترده ایشان را برای نجات قربانیان دارن انجام میدن. نظامیان این کشور در کنار نیروهای بین المللی و امدادرسانان بین المللی هر لحظه تلاش میکنن به این 10 ولایت خودشان را برسانن. تا حالا ما میدانیم که بیشتر از 53,000 نفر برای رسیدگی به این رویداد فرستاده شدن به این 10 ولایت. اما باید گفت که آنچه که در اینجا مشاهده میشه یک وضعیت اسفبار، نگران کننده است، و بسیاری ها به شوک فرو رفتن. آنچه که در اینجا اتفاق افتاده، بسیاری از ساختمان ها به گونه کامل تخریب شدن، و حتی با وجود این که ترک های زیادی بارها و بارها این بازمانده ها و ساختمان هایی که تخریب شدن از اینجا تخلیه میکنن، هنوز هم کار جریان داره. این تنها یکی از استان هایی است که کمترین آسیب میتونیم بگیم که دیده، اما در استان های دیگر که مرکزیت زلزله در آنجا اتفاق افتاده، وضعیت به شدت بدتر هست، به ویژه در استان هاتایی که به دلیل مسدود بودن راه‌ها و همینطور خود این فرودگاه کمتر نیروهای امداد رسیدن، و میزان قربانیان هم در این استان به شدت بیشتر از دیگر استان هاست. نرگس، همزمان با صحبت‌های تو تصاویر زنده هم می‌دیدیم، هم از غازی‌انتب هم از دیاربکیر، که عملیات نجات ادامه داره، امدادگرا به شدت مشغولن که این ساعات طلایی نجات رو از دست ندن. اما فرزیا، شرایط ویژه اعلام شده در جنوب شرقی ترکیه، وضعیت در سوریه هم بسیار نگران کننده است، و اون مناطق ما میدونیم سالها درگیر جنگ بوده و این بحران رو دیگه شاید تاب نیارن. درسته، همونطور که گفتی، بعد از این زلزله خب آنکارا به عنوان پایتخت ترکیه به مرکز مدیریت بحران تبدیل شده، و سازمان حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی در آنکارا داره عملا مدیریت میکنه. من آخرین آماری رو که این سازمان منتشر کرده اعلام بکنم. بر اساس گزارشی که این سازمان ارائه کرده، تا ساعت 6 بعد از ظهر به وقت محلی، یعنی حدود 1.5 ساعت پیش، تعداد کشته ها 3703 نفر اعلام شده. در این شرایط بیشتر زخمی ها که تعدادشون از 22,000 نفر بیشتر هستش، به خاطر شرایطی که در منطقه هستش و به خاطر اینکه بیمارستان ها عملا نمیتونن خدمات رو ارائه بدن و جاده ها مسدود هست برای انتقالشون به شهرهای دیگه، در وضعیت بسیار بدی به سر میبرن. وزارت دفاع ترکیه دیروز اعلام کردش که کشتی جنگی رو در بندر اسکندرون آورده تا بتونه که زخمی ها رو از طریق در
دریا به شهرهای دیگه منتقل بکنه. در چنین شرایطی اردوغان سخنرانی کرد ظهر امروز و همونطور که گفتی اعلام کردش که طی 3 ماه آینده در 10 استان که اونها رو استانهای فاجعه زده اعلام کردش وضعیت فوق‌العاده و اضطراری رو اعلام کرد. به صورت کلی اگه بخوام توضیح بدم، این وضعیت اضطراری به این معنا هستش که قوانین و پیچیدگی‌های بوروکراتیک در این مدت 3 ماه تقریبا نادیده گرفته میشه تا امکان امدادرسانی و سرعت امدادرسانی بیشتر بشه. اردوغان همچنین اعلام کردش که رؤسای جمهور 18 کشور باهاش تماس گرفتن و ابراز تسلیت کردن. از طرفی هم 70 کشور جهان اعلام کردن که آماده هستن که کمک‌های خودشون رو به ترکیه ارسال بکنن. صبح امروز هم معاون رئیس جمهور ترکیه اعلام کردش که از 14 کشور 3294 امدادگر خارجی اومده. همونطور که نرگس هم اشاره کرد، در صحبت‌های اردوغان این اومد که 53000 امدادگر در منطقه هستن و 5000 نیروی درمانی هم در به منطقه اعزام شدن، در حالی که نزدیک به 28000 نیروی نظامی از ژاندارمری و پلیس هم در اون منطقه هستش. همونطور که گفتی وضعیت در سوریه هم به شدت ناگوار هستش و تعداد کشته‌ها گفته شده که بالای 1600 نفر هستش.